آقای صبر، سلام، وقتتان بخیر، بسیار خوش آمدین به صبح ها زندگی. سلام رستم عزیز، سلام تقدیم شما و همکار عزیزتان و همچنان بیننده های عزیزی که امین عبدون ما را تماشا میکنه. ما یک صبح خیری هم میگیرم میگم. اتفاقا ما در موتر هستم به طرف دفتر میرفتم که قرار بود که قبلا انترویو بتیم ما و شما. متاسفانه که به وظیفه ما ناوقت میشد، باز ما در مسیر را موتر گوشه کردم و همراه شما وصل شدم. دیگه بازم خیلی افتخار میکنم، بسیار خوش هستم که امروز در برنامه شما هستم. صبح زندگی. بسیار عالی، خوشحال هستیم از اینکه شما را امروز در برنامه با خود داریم و این موقعیت را که شما فعلا انتخاب کردین واقعا موقعیت بسیار عالی است. از بک‌گراند معلوم میشه که یک فضای بسیار سبز در عقب شما دیده میشه و متاسفانه تا جایی که همه ما و شاید یک تعداد از بینندگان ما هم میدانن که شما از قسمت پا مشکل دارین، ولی بان هم این مشکل سبب نشده که شما را ممانعت بکنه از تمرینات ورزشیتان و شما تانستین که با اعتماد به نفس تمام تمرینات و ورزشیتان انجام بدین و چندین سال است که شما در این رشته کار میکنین. میخوایم از زبان شما در ابتدا بشنویم که چقدر مدت شده شما در ورزش شنا مصروف تمرین هستین؟ سوال خوب رستم عزیز. 10 سال میشه که ما از بد تیم پارالمپیک افغانستان دارم، ولی متاسفانه مقامات هیچ طرح هیچ برنامه نداره به ورزشکارا. شما فکر کنید ما اوز به کوچه که هنگر کلینیک در امریکا هستم، برای ما یوگا و فتنس در 6 ماه قرنطین در خانه ما را از طریق زوم تمرین داده تمرین کردیم. ما در افغانستان کلان فدراسیون داریم، کلان تربیت بدنی داریم. متاسفانه بر ورزشکارا هیچ برنامه نداشته که یک روز حداقل بتونه تجلیل کنم. اگر ما 10 سال میشه که قسمت ای پارالمپیک دارم، 10 سال دوام داشته باشم، فکر نکنم با این فرمولی که ما پیش میریم ما کدام دستاوردی داشته باشم. بنان خواهش ما ای است از مقامات، از رئیس جمهور تغییرات بیاره، برنامه ها را ایجاد کنه. مثلا ما نیاز داریم برای حوض و بازی که مخصوص معلولین باشه، که در اونجا ما بریم مثلا برای ما اکسیبیلیتی باشه، برای همه معلولین بتونه ترینینگ کنه، ورزش کنه، در مسابقه اشتراک کنه. به همین ترتیب هر دوستایی که هر رشته ای که علاقه خودش هست میتونه تمرین کنه. متاسفانه که هیچ امکاناتش نیست، هیچ برنامه ای وجود نداره. شما باور کنید که از روابط ما از روابط تربیت بدنی که در جهان بالاست. تمام برنامه را من خودم ست میکنم، با همه کشورها ارتباط دارم، با همه فدراسیون ها در جریان هستم. متاسفانه اینجا هیچ برنامه دوال کسی برای ما ایجاد نکرده و نداره. من خودم، شما فکر کنید که ما کلان یک وزارت داریم، وزارت شهدا و معلولین فرض مثال. در این وزارت ماشاءالله موینا وجود داره، وزیر صاحب موجود است، نفرایی که در بحث 2 از ریاست ها. شما باور کنید که روابط ما در جهان در دنیای معلولیت از اینا که بلند است. ما دین روز در سازمان ملل متحد به نمایندگی افغانستان، به نمایندگی جوانان، فعالان مدنی و حقوق افراد دارای معلولیت برنامه داشتم، به تمام جهان پیام رساندم که متاسفانه افغانستان مشکلات زیاد داره. ما و شما یک انواع معلولیت بسیار زیاد است، مثلا نابینا، ناشنوا، قطع پا فرض مثال، فلج، پولیو، امثال هم. اما یک تکلیف دیگه هم است، یک مرض دیگه هم است متاسفانه به نام داون سندروم. ما و شما برای عقب‌مانده های ذهنی میگیم. در اینجا داون سندروم هیچ کس نمیفهمه که چگونه ای ترینینگ شوه، چیگونه با او رفتار شود. متاسفانه در هر 100 خانه در افغانستان یک نفر کاندید داون سندروم است. من راجع به او برای جهان فرمول دادم، گفتم برایشان که من میتونم اینا رو ترینینگ بتم، از نگاه سایکولوژیستی میتونم برایشان زمینه را میسر بسازم که بتونن خانواده راحت داشته باشه. برای ازی که یک فرد معلول میتونه برای خانه یک ترامه بزرگ باشه، یک اذیت کننده بزرگ باشه، بنان باید اونها افتخار کنه. شما باور کنید من 2 سال در امریکا بودم، جوانانی که فعالیت های مرا میبید رستم عزیز، اونا همیشه میگفتن ای کاش مثل مولد گوری ما هم دو پایم وقت باشه که بتونیم یک گلگو باشیم، بتونیم فعالیت کنیم. بنان خواهش ما ای است از افغانستان که مقامات یک ذره لطفا شما وجدانتون رو ببینین، خود تکان بتین یک ذره فعالیت کنین. امکانات دارین، بودجه دارین، و به لحاظ خدا هیچ برنامه اینا
نتونستن درست بکنن متاسفانه رستم بله عزیز. بله گفتم متاسفانه دقیقا حرف دل ورزشکارای عزیز ما و درد دلشان بسیار زیاد هست، به خاطر از اینکه در ساعت اول برنامه ما یادآوری کردیم که ورزشکارای عزیز ما مشکلات بس زیاد دارن که همشان شکایت دارن از هر لحاظ، ولی بازم من امیدوار هستم که به این مشکلات و شکایات ورزشکارای عزیز ما رسیدگی شود و مقدر که اینا همیشه افتخار کسب میکنند بر افغانستان، حداقل ازشان تقدیر صورت بگیره یا هم حداقل برشان توجه صورت بگیره. خب آقای صبر، میخوایم که از موضوعات مثبت حالا هم صحبت بکنین، ای که در افغانستان تا حال به خصوص در پایتخت شهر کابل چقدر شما برنامه های داشتین، چقدر مسابقات را تا حال برگزار کردین؟ خوب مسابقات خوب باید فدراسیون پارالمپیک برگزار کنه. ما به عنوان یک اشتراک کننده تشکری میکنم بازم از مقامات، از استاد قاسم میدی کنا همیشه زحمت کشیده بالای ورزشکارا. ما یک برنامه داشتیم به خاطر صلح در بند قرغه بود رستم عزیز، همچنان یک دو سال قبل در بند امیر یک مسابقه انجام دادیم، به عین ترتیب دولت هرات امرای ورزشکاران معلول ما یک مسابقه شنا را برگزار کردیم. دیگه باز موضوع کرونا آمد که نتونستیم پیشرفت کنیم، تمام حوزه یا بازی کلوپا همشان قفل شدن به خاطر کووید 19. دیگه امیدوار هستم که مقامات مسئولین بتونه دوباره حوزه را برای ورزشکارا باز کنه که برایشان اویلیبل باشه بتونه تمرین کنه. دیگه در افغانستان و خود کابل ما چندین برنامه که داشتیم، یک تعداد اجتماعی بوده و بسیاری برنامه ما که بوده کردیتی که مردم امریکا از ما میگیره، از جرات ما میگیره، اونا سر ما سرمایه گذاری میکنن، تمام برنامه هاشون بر اونا میره. یعنی فعالیت هایی که ما داشتیم 50% به مردم امریکا بوده. در افغانستان متاسفانه نتونست کس از ما از دیگر ورزشکارا استفاده بکنه، برنامه ایجاد کنه که ما بتونیم مسئولیت داشته باشیم. بنان فعالیت هایی که ما داشتیم در جریان کووید 19 و امو قسمی که شما سوال کردین، تمامش دوستای خارجی که ماهان کرده بود ما مطابق ما پیش رفتیم و برنامه داشتیم. بسیار خوب، انشالله که موفق باشین. حالا میخوایم در رابطه با مسابقاتی که شما قرار است پیش رو داشته باشین بر ما معلومات بدین که کدام مسابقه مشخص در کدام کشور هم دارین، در داخل افغانستان یا در بیرون از کشور، بر ما معلومات تان شریک بسازین. بله ما قرار بود که ما کاندید شوم در مسابقات ژاپن، مسابقات جهانی، ولی متاسفانه یک سلسله مشکلات ها در قسمت پاسپورت ما بود که من نتونستم او عضویت به دست بیارم. اما مسابقات بعدی که هست به خیر در کشورهای مختلف هست، در مثلا در لس آنجلس امریکا هست و در کشور سنگاپور هست. این مسابقات فکر نکنم که فدراسیون پارالمپیک امو ایمیل خود چک کرده باشه که لینک دیده باشه و امو فرما را خانه پوری کنه، ولی این معلومات بود که ما براتون دادم که یعنی مسابقات قرار است که برگزار شود بعد از کووید 19 در این کشورها. دیگه امیدوار هستم که مسئولین بتونه دسترسی پیدا کنه، فرما را خانه پوری کنه، ورزشکارا را کاندید بده تا ما آمادگی داشته باشیم و در این مسابقات که پیشرو است در کشورهای مختلف برای معلولین اشتراک کنیم. بسیار عالی، یک دنیا تشکر میکنم ملک محمد صبر، عضو فدراسیون پارالمپیک در رشته شنا که امروز همراه ما صحبت های داشتین و در مسابقاتی که قرار است شما اشتراک بکنین موفق باشین مثل همیشه، و میخوایم یادآور شوم که هیچ وقت معلولیت به معنای ناتوانی نیست و خودت بهترین الگو بر همه عزیزایی هستی که متاسفانه از ناحیه بدن آسیب دیدن و یک قسمت از بدنشان معلول شده. بازم به خودت افتخار میکنیم، وقت خوب و خوش بر خودت میخوایم، خدا نگه. خواهش میکنم، سلامت باشید. ما سلامت باشیم. سپاسگزار هستم از اینکه بیننده برنامه های ما هستید. اگر میخواین برنامه قبلی ما را ببینید اینجا را کلیک نمایید، اگر میخواین برنامه بعدی ما را ببینید اینجا را کلیک نمایید، و اگر میخواین به چینل یوتیوب تلویزیون جهانی آریانا بپیوندید پس اینجا را کلیک نمایید.